هشدار طالبان به دولت. مرکز فرماندهی حملات تعرضی ارتش دیگر مسئول نخواهد بود. به نام خداوند بخشاینده مهربان. برای آگاهی از اخبار جدید روز چینل ون سمارت را سابسکرایب نمایید. طالبان در پی حمله متربم گذاری شده امروز خود به تاسیسات ارتش در شهر گردیز مرکز پکتیا هشدار دادند که پس از این مراکز فرماندهی حملات تعرضی ارتش از سوی این گروه مسئول نخواهد بود. گروه طالبان امروز صبح پنجشنبه 25 سور ساختمان حفظ تاسیسات ارتش در شهر گردیز را با یک موتر بم مملو از مواد انفجاری هدف حمله قرار داده است. با گفته وزارت دفاع در پی این حمله 5 فرد ملکی کشته شدند و 20 نفر دیگر به شمول 15 فرد ملکی و 5 سرباز ارتش زخم برداشتند. وزارت دفاع میگوید که نیروهای ارتش این موتر را پیش از رسیدن به هدف شناسایی کرده بودند و در نزدیکی ساختمان حفظ تاسیسات ارتش انفجار کرده است. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان میگوید که آنها صبح امروز یک کلوپ عسکری را که یک مرکز مهم فرماندهی نظامی است هدف حمله قرار دادند. با گفته او این حمله پاسخ به اعلام و آغاز حملات تعرضی نیروهای دولتی در برابر طالبان بوده است. با گفته او حمله متربم طالبان در نقطه هدف انفجار و تلفات سنگین به نیروهای ارتش وارد کرده است. مجاهد کشته شدن غیر نظامیان در این حمله را رد کرده است. این سخنگوی طالبان هشدار داده است که مراکز فرماندهی حملات تعرضی نیروهای دولتی پس از این از جمله جاهای خواهد بود که مسئولیت ندارند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور شام سه شنبه 23 سال در واکنش به حملات تروریستی کابل و ننگرهار که در پی آن ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند به نیروهای ارتش دستور داد که در برابر گروه طالبان از حالت دفاعی به حالت تعرضی تغییر موضع بدهند. در حالی که مسئولیت حملات مرگبار کابل و ننگرهار را گروه داعش بر عهده گرفته است، دولت اما گروه طالبان را مسئول این حملات می داند. طالبان که دست داشتن خود در این حملات را رد کردند، دستور غنی برتش برای انجام حملات تعرضی جنگجویانه توصیف کردند. تشکر از همراهیتان. تا ویدیوی دیگر بدرود.